شما اون آسانسوره که شیشه هستون چقدر هزینه شده؟ خیلی حدود 120,000 800,000 بچه‌ها هزینه بتون بوده. بچه‌ها واسه ویدیو خیلی باحالی که ما ساختیم صاحب این خونه تصمیم گرفت ماشینش رو بده به من و واقعا دستتون رو نکنه که انقدر ساپورت می‌کنید. سلام بچه‌ها، به کانال پوریا صادقی خوش اومدین. امروز اومدم باهاتون یه تور از یه خونه 7,700,000 توی وست ونکوور بهتون نشون بدم. این خونه خیلی باحاله، جاش توی یکی از بهترین و گرون‌ترین جاهای وست ونکووره. بیاین داخلی که بهتون نشون بدم. چند روز پیش یه استوری گذاشتم توی اینستاگرام، ازتون پرسیدم دوست دارین خونه‌های لاکچری کانادا رو بهتون نشون بدم. خیلی ها به این پیغام داده بودن که دوست داشتن، واسه همین شروع کردم یه پلیلیست جدا فقط واسه خونه‌های لاکچری کانادا که اینم اولیش هستش. پس برو بریم با ما باشین. میخوام با تا دوستان بهتون معرفی بکنم که سازنده، صاحب خونه و یکی از دوستای صمیمیم که با ما کمک کردن، اجازه دادن که ما امروز بتونیم بیایم از خونه زیباشون فیلم برداری کنیم. فلورا جان سازنده این پروژه هستن، از کمپانی آلیفا دیولپمنت. دیزاینر این خونه دیوید کریستوفر هستش و سازندش هم MNG بیلدرز. امیر خضری هم که یه دوستای صمیمیه که توی کانادا خیلی وقت هم دیگه رو میشناسیم، کمک کردش که بتونیم ارنج کردش که ما بتونیم امروز اینجا باشیم با شما و این تور رو داشته باشیم. بریم که داشته باشیم. خب از در ورودی که وارد میشیم، اولین چیز خیلی باحالی که داره یه دونه آسانسور شیشه ایه. یعنی آسانسور کمک میکنه به کسانی که سال سنشین بیشتر باشه بتونن راحت سه طبقه حرکت بکنن. پله‌های همه از سنگ ساخته شده. یه چیز جالبی که هستش اینه که هر سه طبقه این خونه کفش ماربل نچراله که یکی از گرونترین متریالایی که میتونید استفاده بکنید توی کانادا برای سه کف خونه. و حتی پنجره‌هاشون هم از سنگ استفاده کردن لبه‌هاشو. یه فیچر خیلی بامزه‌ای که داره اینه که همون از توی درایوی که میایم داخل، پارکینگ خونه سمت راست قرار گرفته و اومدن پارکینگ رو یه شیشه گذاشتن که تو ماشین تو وقتی پارک می‌کنی میتونی ببینی. اون ماشین هم با خونه نمیاد، دلتون خوش نکنید. این قسمت خونه مادرومه. معمولا توی کانادا دوست دارن که از توی پارکینگ که وارد میشی مستقیم نری توی خونه، یه فضایی باشه که تو بتونی مثلا لوازمتو بذاری، اگه کفشت کثیفه کفشاتو اینجا در بیاری بعد وارد خونه بشی. به اینجا میگن مادروم، ماد میشه گل، واسه همین اون اتاقیه که همه کثیفیا میره اونجا. یه قسمت کاورت داره برای باربیکیو بغل آشپزخونه که اگه میخوای باربیکیو داشته باشی خیلی راحت بتونی از اینجا بری بیرون باربیکیو رو انجام بدی و دوباره بیای داخل خونه بتونی توی آشپزخونه سرو بکنی. این طبقه خیلی چوب استفاده شده، کابینتاشون حالت کاورد هستش، داخلش چوبه، اپلاینس خونه میله هستش و آشپزخونه‌شون هم کیچنشون یخچالشون هم بیلتین هستش که یخچال رو نمی‌بینی. من خودم از این فیچر خیلی خوشم میاد، وقتی یخچال رو توی خونه نمی‌بینی. آشپزخونه‌ش هم اوپن کانسپت، سنگ گرانیت استفاده کردن، گرانیت زیبرا فکر کنم من گفتم به خاطر خطایی که داره. و دوباره کلی پنجره داره این خونه که خیلی خیلی روشنش کرده، کلی نور میاد داخل خونه که دلبازش میکنه. و این نکته خیلی جالبی که هستش اینجا رو نگاه کنی، این دره که پوش میکنی یه آشپزخونه دیگه هم داخل اینجا دارن. این معمولا آشپزخونه ایه که خانواده توش قشنگ آشپزی رو اینجا میکنه، به خاطر اینکه بعد دیگه بوی غذا داخل خونه نمیادش، به اینجا میگن دردی کیچن، کیچن کثیف. و اینکه اگه مهمون داشته باشی وقتی اینجا آشپزی بکنی، وقتی میای بیرون در اینجا رو میبندی و خونت تمیزه. یه چیز دیگه هم که می‌خواستم بهتون نشون بدم، بیایم بریم اینجا. یادم رفتش بهتون میگم بخاطر اینکه انقدر کابینت ها این خونه رو خوب ساختن اصلا نمیتونی تشخیص بدی که اینجا یه دره. توی مین فلور واسه مهمان یه دونه باتروم اینجا هستش، حالا مرشد تو میتونی بری داخل بهشون نشون بدی. این یکی از قشنگ ترین باتروم هاییه که من تا حالا دیدم. سینکش و توالتش سیاهه و کلن هم کلش آینه است، به این میگن پاودر روم، یعنی باترومی که نصفه، توش حموم نداره که بتونی دوش بگیری.
توی این قسمت خونه میشه قسمت فامیلی ایریا، اینجا جاییه که خانواده بیشتر زمانش رو با هم دیگه میگذرونن، به خاطر اینکه چسبیده به آشپزخونه خیلی براشون راحته. توی سه طبقه خونه 4 تا فایرپلیس استفاده شده، شومینه استفاده شده و این شومینه‌ای که توی این طبقه هستش دو طرفه است، هم از توی فامیلی روم می‌بینی هم از توی داینینگ روم می‌بینی. توی قسمت داینینگ روم یه دونه واین دیسپلی گذاشته اینجا واسه اینکه بتونی باتل‌های قشنگ شرابتو بذاری. حدود 70 تا باتل اینجا جا میشه که وقتی که مهمون داری هم میتونم بیا اینجا ببینم، میتونی اینجوری شواف بکنی ببینین که اینجا باتل‌های خیلی خوبی داری و اینکه اگه هم بخوای برداری خیلی راحت میتونی اینجا برداری. این قسمت داینینگ رومه که وقتی که تو آشپزخونه غذا ساخته شد اینجا غذا رو سرو میکنن، بیشتر شیشه هستش و یه ویو خیلی خوبی از بیرون میگیره، یه دونه بالکن خیلی جالبم جلوش داره. لوستری هم که اینجا گذاشتن خیلی بامزه است، خیلی هم گنده است. من دستام دو طرف باز بکنم با سایز این لوستره از دستای منم بزرگتره، خیلی بامزه است این لوستره. دوباره توی این طبقه ما یه قسمت فورمال لیوینگ داریم که وقتی مهمون داشته باشی میتونی مهموناتو اینجا باشون بشینی صحبت بکنی. سقف این طبقه خیلی بلنده، این قسمتش 15 فیته، به خاطر اینکه هم دو تا پله خورده اومده پایین، هم سقف اینجا بالاتر رفته به خاطر اسکایلایتی که داره. این اسکایلایتی که من اینجا میبینم، من خیلی خونه تو کانادا دیدم، تو ونکوور مخصوصا، تا حالا همچین چیزی واقعا ندیدم که انقدر سقف بلند، انقدر اسکایلایت جالبی داشته باشه و انقدر هم نور بیاد داخل اینجا. من فکر کنم اصلا چراغی نیاز نشه تو این خونه روشن بشه. یه فایرپلیس هم دوباره تو این طبقه دارن و یک بار که اگه باز یه چیز جالبی که اصلا که تو هر قسمت خونه یه تیکه بار هست، یعنی نیاز نداری بری هی از توی آشپزخونه یه چیزی رو برداری. فلورا جان میشه لطفا در رابطه با فیچر سمارت هوم بهمون توضیح بدی؟ چون که این خونه کلن کنترل فور هوم هستش، درسته؟ تمام سیستم های الکترونیکی که توی این خونه استفاده شده، من از رو آیپد هم میتونم کنترلش بکنم، چند تا اپ داره، سلام میاد که روی آیفون یا اندروید هم میتونین بریزین. خب مهمترینش برای سکیوریتی دوربینای کل خونه هستش که شما از رو اپ میتونین همه رو نگاه بکنین و کنترل بکنین. ما فلور پلن این خونه رو بازسازی کردیم، ببخشید بازسازی نه، شبیه سازی کردیم و اگه هم کسی راه بره توی خونه، من توی تمام فلورها حالا من میبینم که یه آدم مثلا اونجا وایساده. برای لایت ها این اینترفیس اپ هستش، برای لایت ها یه اینترفیس داره که تمام لایت های خونه رو تو تمام طبقه ها ما میتونیم کنترل بکنیم. پیانو میتونیم، خیلی جالبه، قشنگ نقشه خونه هستش با چراغا. دقیقا من مثلا اگه اینجا بزنم مثلا توی مین فلور اینو بیارم، میزنم all lights off، یعنی تمام چراغای خونه همزمان خاموش بشه. اگه بگیریم یه لحظه چراغا رو اینجا، من all lights off رو که میزنم تمام خونه خاموش میشه، خیلی راحته. ولی خب تکیه هم شما میتونین اینو کنترل بکنین. یه فیچر خیلی جالب دیگه هم که داریم خود پرده ها هستش، که پرده ها هم از توی اپ قابل کنترله. من الان کلیدش رو زدم که تمام پرده های خونه همزمان بیام پایین. چقدر این راحت میکنه زندگی رو، قشنگ شب آدم خسته است میتونه دکمه رو بزنه. بعد یه چیز دیگه، اگرم که خونه نباشین هم همه اینا رو میتونین کنترل کنین، یعنی با روی موبایلتون میتونین چراغا داشته باشین، پرده ها داشته باشین، تمپرچر رو داشته باشین، دوربین رو داشته باشین، همه رو کنترل کامل میگه تمام آیتمایی که توی خونه هست. یه همچین چیزی چقدر هزینه شه؟ ببینین یه حالت خود اینترفیس و اپشه که جداه، بالا مثلا عدد بدم حدود مثلا 40,000-50,000 دلار اینو باید اینا پروگرام بکنن و خود لیبرش هستش که الکتریشن یا لو ولتیجی که میاد این کار رو انجام بده، اونم حدود مثلا 40,000-50,000 دلار. واو، یعنی مثلا این فیچر اضافه کردن به خونه 70,000-80,000 دلار 80,000-90,000 دلار 100,000 دلار واسه اینکه بتونی با یه دکمه هر چی که میخوای کنترل کنی. بس. یه سوال دیگه که من خودم بشم، اون آسانسوره که شیشه است اون چقدر هزینه شده؟ اون خیلی حدود 120,000 دلار فقط آسانسور. هی هزینه ها جمع میشه رو هم از همه چه چیزی تو این خونه بودش که داشتی ساخته میشد خودت میگفتی که دلم نمیاد دیگه انقدر پول اینو بدم؟ ما کانکریت
کانکریت. کانکریتی که استفاده کردیم چون تمام زمین رو ما ساختیم، یعنی درست. پلانترا کانکریت واتر فیچر به فارسی چی میشه؟ میشه مثلا حوضچه آبنما. حوضچه آبنما همه کانکریت. آبشار درست کردیم، استخر و جکوزی دو طبقه درست کردیم که خب سایزش هم کاستوم هست و بزرگ هست و خب فاوندیشن خونه، یعنی ما مثلا اونجا سمت استخر که حالا نشون بدیم پلانترایی که آوردیم تا دک بالا درست. سه طبقه کانکریت سیمان ریختیم به ضخامت اینقدر. یه چیز عجیب غریبی بود، یعنی اصلا بیشتر هزینه‌تون توی این خونه بتون بوده فکر میکنم. آگه چقدر بوده؟ 800 هزار دلار بعد شاه هزینه بتون بوده. حواستون باشه 800 هزار دلار پول یه خونه یا آپارتمان دو خوابه است الان که فقط استفاده کردم برای بتون. بازم مرسی، خیلی زحمت کشیدین، خیلی باحال شده. یه توضیح دیگه که میخوام بدم، این خونه زمینش 8500 اسکوئر فیته، خود خونه 5200 اسکوئر فیته بدون گاراژ. گاراژ دو ماشینه معمولا توی کانادا 500 اسکوئر فیته و 5 تا بدروم داره، 5 تا اتاق خواب داره و 7 تا دستشویی داره. یعنی تو هر جای در خونه بخوای راحت باشی میتونیم. بریم به طبقه بالا و طبقه پایین. بریم طبقه سوم ببینیم. بچه‌ها این پله‌هایی که اینجا استفاده کردن همش سنگه، حتی اومدن گوشه‌های سنگا رو هم 45 درجه بریدن که کار خیلی خیلی گرون و سختیه توی کانادا. و اینکه سنگ که استفاده می‌کنی باید کوالیتیش جوری باشه که اینو بتونه انجام بده اون سنگ سازت برات. شیشه‌ای که استفاده کردم، یعنی ریلینگشون همش شیشه هستش. یه لوستر خیلی بلند، فکر کنم 2.5 متر این لوستر هستش، اینجا گذاشتم. و دیوارا هم به خاطر اینکه آینه است و پنجره خیلی اینجا دلوازه. اصلا فکر نمی‌کنم که اومدی طبقه سوم. کلی هم نور مخفی استفاده کردن توی سقف ها. توی این طبقه سه تا اتاق خواب هستش، اتاق خواب مستر بدروم که باحال ترین اتاق اون بره، ولی الان بهتون نشون نمیدم چون میخوام یه خیلی باحالتر بهتون نشون بدم که این خونه رو خیلی متمایز کرده با همه خونه های دیگه که توی منطقه وست ونکوور هستش. این قسمت آوتدور بیرونشه. تو این فضای بیرون ببینید چقدر جالبه، از چوب استفاده کردن که احساس میکنی خیلی حالت گرم داره. یه آوتدور اسپیس خیلی باحال با یه دونه فایر پیت که اینجا میتونی بشینی آتیش روشن کنی. بارون هم داره میاد الان، ولی دیگه داریم میگیریم براتون. ولی اینجا رو ببین، اینجا من اگه این خونه مال من بود فقط اینجا پیدا میکردی. یه هاتاب خیلی باحال با یه استخر و هاتابش هم از ایناست که ارتفاعشون بالاتره، آب زیادش میریزه توی استخر. کل بیرونش هم تایل استفاده کردن، فضای سبز هم داره، خیلی باحال. از اینجا میتونی ماشینت هم تازه ببینی. بپریم تو آب بعدش میپریم بعد ویدیو. و اگر بریم داخل که من اتاق مستر بدروم بهتون نشون بدم. یه این قسمت دوتا اتاق خواب هستش، یکیش مستر بدرومه، یکیش هم اتاق دومشونه. همه اتاقاشون با حال خودش. این اتاقش هم اگه ببینی سقفه بکنم 11-12 فوتی بلند داره. دوباره توی سقفش چراغ استفاده کردن، کلی کابینت بیلتین داره. ببین این که کابینت ها رو بیان همه رو از جنس چوب بکنن خیلی هزینش بالاه و همه رو چوبی ساختن. کابینت ها قشنگ کشو دار، همه چی آماده است واسه اینکه قشنگ بیا اینجا فقط زندگی کنی و لذت ببری. بریم سمت مستر بدروم. اینا سیستم نسته، واسه اینکه بخوای هوا رو کنترل بکنی فقط باید اینو بگردی، باید تمپرچری که میخوای میذاری. بعد از یه مدت هم عادت میکنه به اینکه چقدر تمپرچر دوست داری باشه و حرارت خونه باشه و به اسکیجوال کاریت هم عادت میکنه. و اگه وقتی که میای خونه خودش میبره خونه رو توی اون دما میذاره. خب اتاق مستر بدروم آماده این یا نه؟ این یکی از باحال‌ترین کلازت‌هایی که من دیدم. اینجا میتونی بیای بشینی، کمدت باز بکنی، لباساتو انتخاب کنی. دوباره نور بالا استفاده کردن. اینجا میتونی لباسای کفشا و کیفای باحالت شوکیس بکنی. کلی هم کشو داره. خب خیلی جالبی که اصلا اینکه اولش که وارد اتاق خواب میشی میای توی قسمت باتروومش که یه دونه تاب فری استندینگ گذاشتن. این تاب فری استندینگ خیلی بالا سادش هم خیلی بزرگه. تاب فیلر همه چی سیاه استفاده کردن. یادتون باشه توی طبقه مین فلورمون دستشویی پاودر رومشون همه چیش سیاه بودش. با یه دونه شاور خیلی بزرگ، سقف دوباره خیلی بلند. یه مثلا من تا اینجا هم بچه ها این سقف چقدره، خیلی بلند. یه لوستر خیلی خیلی جالب و دیوارام دوباره همه چوب. اینم هم که مستر بدروم
بزرگ با بالکن با ویو آب میاشد ویو رو هم براشون بگی که قشنگ ببینن، با یه دونه شومینه دو طرفه، یعنی وقتی روی تخت خوابیدی میتونی توی وانو ببینی و توی دستشویی رو ببینی که یه سیستم رمانتیکی هم اینجا میشه ستاپ کرد. بچه من دلم نمیاد، میخواستم این آسانسور 120,000 دلاری رو امتحان کنم که پس فردا اگه افتادی مردی نگم این آسانسور 120,000 دلاری استفاده نکردی. درش رو باز میشه، من پایین طبقه زیرزمین طبقه بیسمنت میبینم تو. خداییش میارزی 120، یعنی اصلا جدی میگم اینکه اصلا این پله ها رو نخواهی بالا پایین بری خودش یه داستانیه. و این آسانسور هم انقدر سموث بود اصلا احساس نکنی داره طبقه ها رو جابجا میکنه، خیلی باحال بود. خب بچه ها این طبقه اصلا بهش نمیخوره طبقه بیسمنت باشه، یعنی زیر زمین ساخته شده باشه، به خاطر اینکه بیا خودت ببین دیگه، یعنی این هزینه رو اصلا ازش دریغ نکردن، مثل همون مین فلورشون همونقدر هزینه کردن، یعنی کف سنگ دوباره شومینه خیلی بزرگ و با کلی سنگ و چوب یه آبشار واترفال گذاشتن از اونجا که دوباره اینجا رو خیلی دلباز میکنه، سقف بلند، نورای زیاد توی سقف و این پنجره هم باز بکنی میتونی قشنگ فضا بیرون استفاده بکنی. کفش کامل با چوب ساختن، کامل کردن. ولی میدونی من با چی خیلی حال میکنم تو این طبقه؟ اینکه با اینکه این خونه رو داری احتمالاً پارتی و اینا هم میکنی، ولی هنوز جیم هم براش گذاشتن که بتونی فیتنست هم داشته باشی و این فضای جیمه که به هلثت هم برسی. توی این جیم میتونی قشنگ هر اکویپمنتی که بخوای بذاری، یه دونه بارم با یه دونه یخچال این بغل داره که دیگه میتونی هر چی که بخوای توی جیمت داشته باشی. اگر هم میخوای موزیک بذاری میتونی این درا رو ببندی که صدا بیرون نیاد. کل این خونه هم توش اسپیکر تو سقفش استفاده شده که با اون سیستمی که فلورا بهتون نشون داد میتونی کل میوزیک کنترل خونه رو کنترل بکنی و تیتر رومش هم میتونی کنترل بکنی. بیا بریم تیتر روم رو بهتون نشون بدم. تو این راهرو که اومدیم برمیگردیم میریم به این سمت. انقدر اینجا بزرگی من دارم گم میشم دیگه. یه دونه دیگه هم اتاق لباسشویی اینجا گذاشتن، یه دونه هم طبقه مین فلور بودش. اینم که تیتر روم. آقا تیتر رومش رو ببین چقدر باحاله. اینجا نور کم میشه ولی فکر کنم هنوز منو ببینی. اگرم نمیبینین دیگه من اینجا نشستم بچه‌ها، اگه گمم کردین. یه بار خیلی باحال هم داره اینجا، قشنگ میتونی واسه خودت درینک تو بریزی، بیای بشینی، درو ببندی. و یه سری دیگه که هستش، حالا یه سری دیتیل‌های خیلی ریز داره ولی خیلی خوب دربارش فکر شده. اینه که اینجا دو تا در گذاشتن. یه دونه در اینجا، یه دونه هم در جلوتر که اصلاً دیگه صدا داخل خونه نره که بخواد کسی اذیت بکنه. همه اینا هم با همون LCD که دیدین کنترل میشه. دیگه تو این طبقه دو تا اتاق خواب داریم دوباره که دیگه اتاق خواب رو بهتون نشون نمیدم ولی خیلی باحال بود. امیدوارم که تا اینجای ویدیو از این خونه خوشتون اومده باشه. خونه خیلی یونیکیه، من که خودم خیلی ازش خوشم اومد. اگر که کسی میشناسین که توی کانادا دنبال خریدن همچین خونه هستش میتونین کامنت بذارین، سازنده‌ها میبینن باهاتون تماس میگیرن، یعنی که باهاشون تماس بگیرین، اینفورمیشنشون رو میذارم و برو بریم. بچه ها واسه ویدیو خیلی باحالی که ما ساختیم، صاحب این خونه تصمیم گرفت ماشینش رو بده به من و واقعا دستتون رو نکنه که اینقدر ساپورت میکنی. چطور میکنم؟ کاش که همین چیزی بودش. یکی از ماشینای مورد علاقه منه. تا اینجای ویدیو اگه دیدین، حال کردین، لایک رو بزنین، شیر بکنین، سابسکرایب بکنین. اگر هم حال نکردین، بازم دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با ما بودین. از این ویدیوهای اینطوری خونه های باحال توی کانادا میخوام بیشتر بسازم. ساپورت بکنین و برو بریم.